يرغمل شوي مسافران هغه کسان دي چې له ایران څخه ایستل شوي دي. د کندز د سیمه ایزو چارواکو د خبرو پر بنسټ هغه مسافران چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو د کندز څخه لویې لارې څخه یرغمل نیولی دي هغوی ټول له ایران څخه ایستل شوي وو او غوښتل یې تخار ولایت خپلو کورونو ته ولاړ شي. 21 نفر مسافرین که از سر دمشق به ایران میخواستن به تخار برن اونا رو پایین کرده بودن که سریعتر قطعات و مات رسیدیم و عملیات خود آغاز کردیم. 10 نفر 11 نفر نجات پیدا کرد و فعلا 9 نفرشان هم فعلا در سر تنزولا به سر میبرن و یا کسایی هستن که کلش ردمر شده بودن یا به کاروبار غریبی میرفتن. د امنی قومندان زیاته کړه چې اوس مهال په سیمه کې د یرغمل شوو مسافرانو د ژغورنې په هدف د دولتي ځواکونو پوځي عملیات دوام لري. په ورته وخت کې یو تن مسافر چې د طالبانو له منګولو څخه ژغورل شوی دی وایي چې دوی له ایران څخه ایستل شوي وو او دوی تخار ولایت ته خپلو کورونو ته تلل. طرف ایران سه میآمدیم به طرف تخار میرفتیم طرف خانه خود رادی مرزی بودیم. اینجا آمدیم در مسیر روی قندس که آمدیم سه اینجا طالبان مورد پایین کرد و زودترین وقت مندان سه امنیه ولایت قندس عامر سه جنایی خرد و کلانش و زودترین وقت رسیدن اینجا عملیات سر اینا تا عملیات شروع کردن سه و زودترین مورد از دست اینا نجات داده سه. بل خواته بیا د کندز د ولایتي شورا غړي وای چې تیره ورځ وسلوالو طالبانو وڅلوښت نه سپرلی له ځان سره بیولی دي. دوی همدارز انتقاد کوي چې د کندز سیمه ایز چارواکي د خلکو د خوندیتوب همدارنګه د امنیت په راوستو کې پاتې راغلي دي. امروز که ما با شما صحبت میکنم شاهد یک فاجعه انسانی بودیم که یک موتر نوی 404 و نوی سراچه را گروگانا در گروی خود گرفتن که به تعداد بین 40 الی 50 مسافر اونا با خود رو بودن بردن. اما باشندگان ولایت کندز میگویند که با گذشت چندین ماه از فاجعه سقوط 16 روزه این ولایت به دست طالبان مسلح هنوز هم ولسوالی های دشتیارچی، چهاردره و بخش های از مرکز کندز پناهگاه های مسئول آموزشی و رزمی حرس افغانان است و حتی حالا حرس افغانان با خیال راحت مصرف جمعوری عشر گندم و دیگر محصولات زراعتی در بخش های زیر اداره شانند تا با تقویت اقتصادشان آمادگی حمله دوباره به مرکز این ولایت را بگیرند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.